درود فراوان قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آلیا تیوی اجرا میکنم پوران پور اقبال هستم جامعه شناس مشاور بالینی روان درمانگر و تخصص اصلی من افسردگی و استراب هستش امروز نگاهی میخوایم بکنیم به روابط بین فردی با توجه به روابط بین والدین و فرزندانشون به خصوص فرزندان جوان نکته که من خیلی میبینم و مهم هستش در درمان افسردگی و استراب خانواده های زیادی میبینم که به خاطر حالا مسائل محیطی، مسائل فرهنگی و مشکلاتی که حال مهاجرت ایجاد کرده و اصلا قبل از مهاجرت مسائلی که تو خانواده وجود داشته روابطشون با فرزندانشون به هم میخوره و نوجوانی که یک یک عالم وعده و وعیدهای مختلف داشته قبل از مهاجرت و اینجا اومده و حالا اون وعده و ها جور دیگه داره به اصطلاح زیرش زده میشه و اصلا انجام نمیشه و جوانی که میاد اینجا و محیط رو میشناسه و با آزادی های اینجا به اصطلاح مزه آزادی ها زیر زبونش میره و خانواده ای که سعی میکنه یه مقدار روابط رو به طبق اون بدبستانهای سنتی بخواد حفظ بکنه خب مسلما دوچار مشکل میشه باید به این مسئله نگاه بکنیم ما هممون مهاجرت کردیم و اگر مهاجرت نکردیم تو کشوری که هستیم جایی که هستیم برای فرزندانمون داریم زندگی کنیم از هر خانواده ای که من میپرسم خب هدف اصلی چیه خب برنامه اصلی چیه برای زندگی میگن میخوایم جوانهامون خوشحال باشن خب اگر میخوایم بچه هامون خوشحال باشن جوان همون خوشحال باشن چه که میریم وارد روابطی میشیم که خوشحالی اونها رو میگیریم ببینید ما تا معمولا اتفاق میفته این تحولات رشدی هستش تا سن ده یازده سالگی فرزند ما خیلی همچین بچه هست هنوز جالبه میشینه پیشمون خوب خوشه با ما ارتباط خوب و به نزدیکی داره و یواش یواش از سن فرزند داره میره به طرف نوجوانی شروع نوجوانی و به خاطر تغییرات مغزی که داره انجام میده تغییرات هورمونی که داره انجام میده و مغز میخواد بره به طرف اینکه فرد رو برای زندگی مستقلی در آینده به اصطلاح آماده بکنه اتفاقایی میفته تو خانواده که ما میگیم اه این بچه ای که دیروز تا دیروز نزدیک من میشست با من مهمونی می اومد پیش من با من حرف میزد خوشحال خندم چی شد چه تغییراتی به وجود اومد و بعد یواش یواش که تو سن 14 15 سالگی اون مسائلی که جوان ها دارن بهش نگاه میکنن دختر همسایه پسر همکلاسی و اینا چیزایی که ماها داشتیم تو ما بزرگ سالهایی که الان ویدیو رو نگاه ولی انگار بعضی وقات یادمون میره از خانواده معمولا پرسم شما تو این سن بودین چی کار میکردید ما همین کارا رو میکردیم که الان اینا دارن میکنن ولی با مسائل مهاجرت شکل دیگه ای از مسائل به وجود اومده با این دنیای سوشال میدیا این امکانات مجازی مسائل دیگه ای به وجود اومده بله اینا هستش و چه بهتر که بتونیم در مورد اینها گفتگو داشته باشیم خانواده ها از فرزندانشون دور میشن وقتی که شروع میکنن به اونها نصیحت کردن و میخوان که راه روش هایی که خودشون یه سی چل سال پیش استفاده میکنن به اونها بگن ولی باید بدونیم که الان به خاطر شرایط محیطی که ما داریم دنیای جدیدی که توش هستیم اون امکاناتی که ما اون موقع داشتیم الزمان الان جواب نمیده یکی از مسائل بزرگ به خصوص مسئله درس خوندن نوجوانان هستش بچه هستش خب فرزندان ما دوست دارن و کاری بکنن که ما میگیم بهشون ولی الزامن درس خوندن اینجا مساوی با شبانه روز نمیدونم اون تامین ها رو انجام دادن مشق نوشتن مدل ایران نیستش اینجا بهشون اساینمنت میدن میگن برین کار بکنین تحقیق بکنین بررسی بکنین و بیاین نتیجهش رو گزارش بدین ولی ما ازشون چیز دیگه ای میخوایم و اینها همه تنش ایجاد میکنه با فرد نوجوان ما و بعد که یواش یواش اینها میرسن به سن 18 19 میخوان برای زندگی خودشون برنامه‌ریزی بکنن باز هم ما که صد راه میشیم و طبق مدلی که خودمون میخوایم میخوایم اونها برنامه ریزی بکنن ببینید یک جایی تا یه سنی ممکنه به حرف ما گوش بکنن 22 سالگی 25 سالگی ولی یواش یواش یه جایی میرسه میگه من چی میخواستم الان چی کار دارم میکنم و ببین خانواده من چی رو به من تحمیل کرده نخوایم که اونجوری بشه نخوایم که روزی بشه که جوونمون اون درسی رو که خونده من اینو دیدم زیاد اون درسی رو خونده مدرکی رو که گرفته ببوسه بذاره کنار بگه حالا میخوام برم دنبال کار زندگی خودم این رو گرفتم برای خانوادم خب اون این همه زحمتی که ما کشیدیم پس اون وقت جوابش خیلی خوب نیستش خوشحالمون نمیکنه و یاد اون باشه که جوانهای ما الزامن میخوان با ما باشن دوست دارن به طرف ما بیان ولی ما که پسشون میزنیم وقتی که زیاد تو کارهاشون انگوش میذاریم قضاوت میکنیم وسواس خودمون رو به اونها منتقل میکنیم من زیاد میبینم خانوادایی که میان مشکل دارن با فرزندشون میگن این مشکلات هست و وقتی نگاه میکنیم میبینیم پدر و مادر استراب خودشون رو وسواس های خودشون رو افسردگی ها و ناراحتی ها و تنش خودشون رو دارن به فرزند منتقل میکنن و نتیجه رو میخوان که خودشون دارن به صلاح باش روش عمل میکنن و خب این نمیشه یادمون باشه ما فرزندی رو اگر به دنیا میاریم انسانی است که قرار تو زندگی یک جای مستقل بشه و کمک بکنیم به این استقلالشون احترام بذاریم به انتخابهاشون حالا ما, هم... ما خب بله جوانها رفتارهای ریسک پذیری زیاد دارن خطرات رو شاید اصلا نمیشناسن به خصوص تو سنای هیجانوزه و واقعا اگر به تحولات مغزی نگاه بکنیم که دانشمندان الان خیلی دارن نگاه میکنن میبینیم که اون ریسک پذیری تو مغز چه اصلا نگاه کنی یعنی در حقیقت انگار که نمیبینن ریسک رو ریسک وجود نداره همه چی همین الان هست و میخوان انجامش بدن بله این رو میدونیم و چیکار بکنیم که بتونیم خطرات رو آگاهی بهشون بدیم یک بیایم راه های پیشگیری از خطر رو را. راه های مراقبت از خود رو بهشون نشون بدیم به جای اینکه همش بگیم خطرات چی هستش بهشون بگیم چیکار بکنید اگر مسئله پیش اومد چگونه خودتون رو محافظت بکنید، چگونه سلامت باشین چگونه انتخاب های سالم داشته باشین به جای اینکه خطرات رو لیست بکنیم مراقبت های فردی رو روش دست بذاریم تغذیه سالم رو روش دست بذاریم خودمون باهاشون انجام بدیم ما اول اگر انجام بدیم اونها پشت سر ما خواهند اومد این رو بدونید تغذیه سالم ورزش ارتباطات سالم دید و نگاه خوب و مهربان هست به زندگی اعتماد داشتن به هم دیگه است و وقتی که ما این کار رو کردیم فرزندانمون از ما کاپی خواهند کرد این رو بدونیم که ما مثل مدل هایی که لباس میپوشن و روی این سالن دارن لباس ها رو به دیگران نمایش میدن ما همون رو داریم میکنیم با فرزندانمون هر چی که ما نمایش بدیم اونها برخواهند داشت و استفاده خواهند کرد و چه بهتر که راه روش زندگی کردن رو بهشون بیاموزیم به جای ترسوندنشون به جای سرزنش کردنشون به جای محدود کردنشون ما با این روش ها هرگز نتیجه نمیگیریم بلکه با انتخاب سالم با کمک کردن به فکر به توسعه فکر توی جوونمون و با همراه کردن ایشون با خودمون از طریق روشهای دوستانه خیلی خیلی بهتر نتیجه میگیریم موفق باشین عزیزان آریا تیوی ویدیوهای بسیاری داره در این مورد که من خودم برخیش رو اجرا کردم نگاه بکنید با دوستانتون به اشتراک بذارید و امیدوارم که روز روزگار بر همگی خوب باشه